أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. با نام یاد خداوند منان، عرض سلام و احترام دارم محضر شریف شما بینندگان عزیز و همراهان محترم برنامه عارفانه. آرزومند هستم از سلامتی کامل انشاءالله برخوردار باشین و اوقات شریفتان انشاءالله مالا مال از یاد خداوند متعال باشه. به توفیق پروردگار متعال قرار است که امروز خدمت شما بینندگان عزیز یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی را که در واقع در مشی عبادی ما در زندگی ما بسیار تأثیر داره خدمت شما پیشکش بکنیم. البته این موضوع در خور این است که ما در چندین جلسه و چندین برنامه پیرامونش بپردازیم، متوجه به اهمیتی که داره، اما انشاءالله در این جلسه هم به اندازه وقتی که در اختیار خواهیم داشت خدمت شما بینندگان عزیز درباره مرگ و آثار یاد مرگ انشاءالله صحبت خواهیم کرد، معارفی که از دین مقدس اسلام به ما رسیده درباره مرگ و عرض کنیم که این که به یاد مرگ بودن تا چند اندازه میتونه در مسیر بندگی خداوند مثال ما را یاری بکنه. در برنامه امروز دعوت کردیم از سرور ارجمند و استاد گرانقدر جناب استاد محبی تا در محضر ایشان بتونیم این موضوع مهم را تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. عرض سلام داریم جناب استاد محبی، خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. علیکم السلام، تشکر از اینکه فرصت دادین در خدمتتون باشیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین و سلامتی و صحتمندی همه هموطنان عزیز من و شما و قبولی طاعات در این ماه مبارک رجب و انشالله که بتانیم از این ماه شعبان برای فیض بردن از ماه پربرکت ماه رمضان انشالله آماده شویم در خدمتان است. زنده باشین جناب استاد محبی، تشکر میکنیم بازم از حضور ارزشمند شما در برنامه. صحبت ما درباره مرگ هست، یکی از پدیده های بسیار مهم و در واقع از نشانه های عظمت پروردگار که انسان میتونه در این مسئله مرگ به اوج قدرت پروردگار متعال و در واقع فقر مطلق خودش پی ببره. حالا دوست داریم که صحبت مقدماتی شما رو بشنیم تا انشاءالله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همون قسمی که شما فرمودین، بله، مرگ از پدیده هایی است که انسان خیلی در موردش دغدغه فکری زیاد داره. بله. و برش مهم است و نظریات مختلف هم در موردش وجود داره و ما باید بدانیم که حقیقت مرگ چیست و دانستن ما، شناخت ما از حقیقت و ماهیت پدیده مرگ مستقیما تأثیر میگذاره روی چگونگی زندگی ما، اینکه ما در دنیا چه قسمی زندگی کنیم، روابط ما با خود ما، با مردم ما، روابط کشورها با هم دیگر، اینها همه متوقف بر این است که ما نسبت به مرگ چگونه یک تفکری میتونیم داشته باشیم. بسیار عالی. در جلسه گذشته ما صحبت‌های را داشتیم، لذا به صورت خلاصه می‌خوایم که یک چکیده از او بحث در این جلسه داشته باشیم تا بینندگان عزیزی که جلسه گذشته در خدمتشون نبودیم در جریان قرار بگیرن. بسیار عالی. مرگ را باید از دو جهت ما بررسی کنیم. یک این که حقیقت مرگ بدون توجه به این که چه کسی قرار بمیره، مرگ چی هست، یک، و از زاویه دوم قسمی باید بحث کنیم که وقتی مرگ قطعی هست حقیقتش را ما فهمیدیم که چگونه هست، سؤالی خلق میشه این است که آیا مرگ مؤمن و غیر مؤمن یکی است یا نه. این دو تا فرق میکنه، یکی ما یک وقت میخواییم بفهمیم که مرگ چی هست، یک وقت میخواییم ببینیم که چه قسمی میمیریم، اشخاص با تناسب به یکدیگر چگونه میتونن مرگ های متفاوت داشته باشه. اگر مثال خدمت شما عرض کنم، سفر را شما تصور کنید که شخصی از کابل میخواد به هرات سفر کنه، یک وقت هست میگیم که اصل این رفتن مطرحه، این که ما بریم هرات این یک مسئله است، این که ما چه قسمی بریم، با چه وسیله بریم، درست، آیا با طیاره بریم که در ظرف یک ساعت و چند دقیقه برسیم، یا نه با موتر بریم، یا پایین تر از او با وسیله و ابزار دیگر، یا هم پای پیاده بریم. اینا یک چگونگی رفتن مطرحه و یکی حقیقت رفتن مطرحه.
در مورد مرگ هم همین قسم است. لذا اول این نکته رو خدمت شما عرض میکنم که حقیقت مرگ در قرآن یکی کلمه موت در موردش به کار رفته و یکی در موردش کلمه توفا به کار رفته. درسته. از ریشه وفیه است. لذا خدای متعال در چند جای قرآن میفرماید، از جمله در سوره مبارکه زمر آیه 42 خدای متعال میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها. خدای متعال دریافت میکند نفس ها را هنگام مرگشان. میبینیم در این آیه شریفه از هر دو واژه استفاده شده. کلمه توفا به صورت کامل و جامع چیز را دریافت کردن است. درسته. اینکه میفرمایند شما باید به عهد خود وفا کنید، این یتوفا از همون کلمه وفا هست. بله. هر دو از یک ریشه است. فرضاً ما قول دادیم که 60 دقیقه باید در صنف یک معلم درس بگه، وفای به عهد به این معناست که این 60 دقیقه به صورت کامل باید درس بگه، کم و زیاد نکنه و به اصطلاح در کمیت و کیفیتش باید دستبرد نزنه. درست. لذا توفا به معنای این است که خدای متعال وقت مردن انسان را به صورت کامل دریافت میکنه، روحش را، در واقع روح انسان را دریافت میکنه. این یک آیه. آیه دیگری هم داریم در سوره مبارکه انعام آیه 61، خدای متعال میفرماید که هرگاه مرگ یکی از شما فرا میرسد توفته رسولنا. بله. یعنی او شخصی که میمیره او را دریافت میکنه به صورت کامل رسولنا، فرستادگان ما، کنایه از فرشتگان مرگ است. درست. از این آیه هم ما میفهمیم که مرگ، حقیقت مرگ و مردن بدون توجه به این که این کسی که میمیره مؤمن است یا کافر است، انسان مطیع است یا انسان عاصی است، در زندگی خودش خوب زندگی کرده یا در زندگی خودش بد زندگی کرده، صرف نظر از این مطالب ما میفهمیم که مرگ یعنی این که دریافت روح ما توسط خداوند و یا هم توسط مأمورین خداوند که همون فرشته مرگ است. این درست. از آیات قرآن هست. در مورد این حقیقت مرگ در روایات هم روایاتی داریم، از جمله روایاتی در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 345 از حضرت امیر علیه السلام نقل است که حضرت می‌فرمایند برای هر خانه یک دروازه است. بله. و دروازه آخرت مرگ است. با توجه به این آیات و این روایات، حقیقت مرگ انسان میتونه قسمی نتیجه بگیره که مرگ پایان زندگی نیست. درست است که جسم ما در اثر فعل و انفعالات کیمیاوی در زیر خاک پوسیده میشه، اما این پایان نیست. چرا؟ چون انسان یک موجود یک بعدی نیست. انسان موجود است که هم جسم داره هم روح داره. جسمش در همین جهان باقی میمونه تا اینکه قیامت برگزار شه و باز ما از قبرها برانگیخته میشیم طبق وعده های قرآن. بله. و اما روح ما در همون هنگام مرگ به صورت کامل تحویل خدا داده میشه. یعنی ما امانتی که از خدا متعال گرفته بودیم دوباره پس برش برمیگردونیم. لذا انسان باید دغدغه فکریش این نباشه که من میمیرم یا نمیمیرم. این که هست، تمام تلاش ما، توجه ما باید روی این باشه که ما چگونه قرار است بمیریم. بله. این برای ما مهم است. لذا اینجاست که اون سوال دوم خدمت شما عرض کردم مطرح میشه که وقتی که مردن حتمی هست، قرآن وعده داده که کل نفس ذائقه الموت، تمام نفس ها چشنده مرگ هستند و مرگ حتما تجربه خواهند کرد. این سوال را باید از خود ما بپرسیم که خیلی این مرگ ما چه قسمی است؟ بله. در دنیا هم مؤمن داریم هم کافر داریم، هم انسان مطیع داریم و هم انسان عاصی داریم. عاصی داریم. بله. لذا در روایت داریم که مرگ مؤمن مثل این است که یک چیز خوشبو را پیش به اصطلاح دماغش گرفته میشه و ایشان استشمام میکنه و با همین استشمام تمام درد و رنجش پایان میپذیره و به قول حضرت امیر از این دنیا به آن دنیا با تمام آن چی که در دنیا جمع کرده از دنیا مزرعت الاخره انتقال پیدا میکنه به آخرت. و انشالله که ما از کسایی باشیم که بتونیم با دست پر این امانت که روح خدا هست در وجود ما دمیده شده با توجه به آیه قرآن، او را به صورت سالم و سلامت به دار آخرت پس به صاحبش که خدای متعال هست برگردانیم.
خدا خیرتون بده، تشکر میکنم از مربی. عزیزان بیننده، از توجه شما هم که تا این لحظه همراهی فرمودین و بحث را استماع فرمودین، از شما تشکر میکنم. با ما همراه باشین، پس از میان برنامه‌ای که تقدیمتون خواهد شد انشالله محضر شریفتان برمیگردیم. از همراهیتان تشکر میکنم بینندگان عزیز. با ادامه برنامه عارفانه در خدمتتان هستیم و موضوع صحبت ما درباره معارفی از آیین مقدس اسلام هست که درباره پدیده و نشانه مرگ هست. در روایتی نقل شده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره زیرکترین مؤمنین سوال شد. لما سئل من اکیس المؤمنین، هنگامی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدن که زیرکترین مؤمنین چه کسانی هستند، فرمودن اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم له استعدادن. زیرکترین مؤمنین کسانی هستند که بیشتر از دیگران به یاد مرگ هستند و بیشتر از دیگران برای مرگ آمادگی میگیرند. چقدر مطالب ارزشمندی در بخش قبلی فرا گرفتیم بینندگان عزیز و از فرمایشات جناب استاد مای بی به این نکات ارزنده رسیدیم که به هر حال اولا باید بدانیم که برای یک مؤمن و برای از دیدگاه یک انسان مؤمن مرگ در واقع از یک نظر پایان یک مرحله از زندگی او هست که در دنیا هست، یعنی مرحله زندگی که خدای متعال به او عقل و اختیار بخشیده و اینجا سرای عمل کردن هست که باید بندگی خدا را بکنه. از یک نظر اینجا نقطه پایانش هست مرگ، از جهت دیگر آغاز یک دوران جدید و مرحله جدید از زندگی او هست که در واقع مرحله برداشت کارهایی است که در دنیا انجام داده و نگاه مؤمن به مرگ در واقع این گونه هست. و یک نکته بسیار زیبا دیگر هم که فرا گرفتیم این بود که باید بدانیم که خیلی فرق است بین مردن مؤمن با مردن کافر. برای مؤمن مرگ رحمتی است که مانند بویدن یک گل خوشبو هست، اما برای کافر آغاز عذاب و شکنجه او هست به خاطر غفلت او از نعمت‌های خدا و غفلت او از اینکه هدف از خلقت او در این دنیا بندگی خدای متعال بوده. در خدمت جناب استاد محبی هستیم و بخش از صحبت که انشاءالله میخواییم داشته باشیم درباره لزوم آمادگی برای مرگ هست. در خدمتتون هستیم. ممنون، سپاسگزار. در قرآن و روایات وقت مراجعه کنیم، مخصوصا در روایات اهل البیت علیهم السلام، به وفور دیده میشه که حضرات معصومین با وجودی که خودشان معصوم بودن و ذره‌ای از معصیت در سراسر زندگیشان اگر انسان بخواهد حتی جستجو داشته باشه نمیتونه دریافت بکنه، ولی با وجود آنقدر نسبت به آمادگی برای مرگشون حساس بودن که انسان تعجب میکنه که یعنی ما اگر بخوایم با عقل خود ما تحلیل کنیم واقعا عقل ما عاجز است از تحلیل این گونه مناجاتی که حضرات معصومین دارن. بله. و این همه نشانه این است که ما باید بیشتر از اونها تلاش کنیم. چرا؟ چون آنها معصومند، ذره گناه در زندگیشان نیست، بلکه همه زندگیشان سراسر عبادت است، خوابشان عبادت است، نماز و روزه و همه اصلا غیر عبادت در زندگی معصوم نمیتونیم پیدا بکنیم. درست. در روایت از نقل شده که حضرت میفرماید یبن آدم، این فرزند آدم، اکثر من الزاده، توشعت را زیاد کن، فان الطریق بعید بعید، چرا که راه خیلی دور است دور است، و جدد السفینه فان البحر عمیق عمیق، کشتیتان را تجدید کنید یا به اصطلاح جدید بسازید، چرا که بحر آخرت خیلی عمیق است و خیلی عمیق است، و خفف الحمل فان الصراط دقیق دقیق، و بارتان را سبک بسازید چرا که صراط بسیار دقیق است و بسیار دقیق است. و در روایت داریم که صراط به اصطلاح پهنا و باریکیش بستگی به اعمال دنیای ما داره، لذا حضرات معصومین با آن همه عظمت که داشتن این گونه مناجات میکنن و زار زار گریه میکنن و میفرمایند که و اخلص العمل، و عملتان را خالص کنید برای خدای متعال، فان الناقد بصیر بصیر، چرا که او کسی که عمل شما را بررسی میکنه بسیار بصیر و بیناست، و ذره شرک و ذره ریا اگر در عملتان باشه هم تشخیص میده و هم او عمل برمیگردانه و نمیپذیره. این یک
باز در نامه 31 حضرت امیر برای فرزند برومندش حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت خطاب به فرزند میفرماید که یا بنی ای فرزندم اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تهجم علیه و تفزی، فراوان به یاد مرگ باش و به یاد آنچه که به سوی آن میروی پس از مرگ در آن قرار میگیری. ببینید برای این که خوب مطلب فهمیده شود و مردم عزیز ما بتونه از این دقایق مختصر استفاده برده باشن، ما همین سوال را در زندگی حضرت امیر علیه السلام ما تحلیل میکنیم. بله، جنگی در صدر اسلام شکل گرفته بین مسلمانان و کفار به نام خندق. جنگ خندق جنگی است که تمام دشمنان مسلمانان اعم از کفار و مشرکین و بت پرستان همه با هم جمع شده بودند که ریشه اسلام رو باید دیگه بکنند و از بینش ببرند. لذا این جنگ جنگ احزاب میگن. در این جنگ چون فرصت کم مفصل وارد نمیشیم، حضرت امیر با شخصی به نام عمرو بن عبدود روبرو میشه و عمرو بن عبدود یک پهلوان است که در صفتش آمده که اینا حریف یک لشکر بوده. وقتی که حضرت امیر این پهلوان نامی عرب رو پشتش رو به خاک میزنه و ایشان را از دنیا نابودش میکنه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف این ضربت و این جنگ امیر المؤمنین میفرماید ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربه علی در روز خندق بالاتر است از عبادت جن و انس. شما تصور کنید چه مقدار انسان عبادت کرده و چه مقدار جنیان مؤمن و مسلمان هستند که عبادت میکنند. بله. و همین یک ضربه حضرت امیر را اگر بر یک پله ترازو بگذاریم و عبادت جن و انس را در پله دیگر ترازو بگذاریم، حضرت رسول میفرماید که افضل، این برتر است. این یک. باز در وقتی که حضرت رسول اکرم امیرالمومنین علیه السلام را به یمن به خاطر تبلیغ میفرستاد، فرمود علی جان اگر خدای متعال به دست تو یک نفر را هدایت کنه، ثواب هدایت این یک نفر بالاتر از هر آنچه که آفتاب بر او میتابه. شما تصور کنید در همین نظام شمسی که ما شما زندگی میکنیم چه مقدار سیارات وجود داره. بله. بینندگان به خاطر فهم این حدیث خوب است 12 شب یک بار بیرون برین به آسمان نگاه کنن، همه اون ستاره ها هر کدامش یا به اندازه زمینن یا بزرگتر از زمینن، چندین برابر زمین، و همه نورشان از آفتاب میگیره. حالا شما تصور کنید حضرت امیر چه مقدار ثواب میتونه داشته باشه. ما به یقین میتونیم بگوییم که ثوابش فقط دست خود خدای متعال است، پایین تر از او نخواد کسی بدانه، اونقدر افضل است این آقا در نزد خدای متعال. حالا همین انسان و همین شخص با این همه ثواب، ببینید که شما در دعای کمیل چگونه مناجات میکنن و در دل شب زار زار گریه میکنن، میفرماید آه من قلت الذات، آه که زاد و توشه آخرتم کم است. بله. و طول طریق و قیامت خیلی طولانی است، نامتناهی است، و بعد سفر و سفر بسیار طولانی است. ببینید اگر به این مناجات ها ما توجه داشته باشیم، یک مقداره که با تفکر به این روایات ما توجه کنیم، در میابیم که لزوم آمادگی برای مرگ، یا اینکه برای مرگ حتما باید آمادگی بگیریم. چرا که حضرات معصومین وقتی معصوم بودند، بله، آن همه ثواب داشتن. دو نمونه شفقت فقط ما خدمت شما عرض کردیم، باز چطور ناله میکنن که توشه کم است. بله. به قول شاعر جایی که عقاب پر بریزدش پشه لاغر چی خیزد، جایی که شخصیت مثل رسول اکرم، شخصیت مثل حضرات معصومین از ترس این که خدایا اگر با عدلت با ما رفتار کنی ما پورا کرده نمیتونیم، چگونه ما نترسیم؟ پس ما باید برای آخرت خود آمادگی داشته باشیم و حتما به این توجه داشته باشیم که عمل ما در مقابل عمل معصومین هیچ از وقت اونا این گونه ناله میکنن، ما به طریق اولا و برابر چندین برابر باید تلاش کنیم، بندگی کنیم تا اینکه در قیامت کم نیاریم. خدا خیر تا مثل خیلی به همه سیدان رای مای بیزنده باشین. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم وقفه دیگر و میان برنامه دیگر را تقدیم شما خواهیم کرد. انشاءالله فرصت داریم باز هم در دقایق باقی مانده بپردازیم به این سوال مهم که چگونه میتوانیم برای مرگ آماده شویم. انشاءالله با ما همراه باشید. تشکر میکنیم از همراهیتان بینندگان عزیز. یکی از موضوعات بسیار ارزشمندی که ما میتونیم پیرامونش صحبت بکنیم و معارفی را از دین مقدس اسلام فرا بگیریم بحث مرگ هست، همین مرگی که همه ما در 24 ساعت یک بار تجربهش میکنیم و
البته به طور موقتی با توجه به اینکه فرمودن خواب برادر مرگ هست، در روایت هم داریم که فرمودن النوم اخو الموت، خوابیدن برادر مرگ هست. همه ما مرگ را در 24 ساعت تجربه میکنیم، اما اون مرگ اصلی که دیگه موقت نخواهد بود و روح ما برای همیشه از بدن ما مفارقت خواهد کرد، قطعا و قطعا در انتظار همه ما هست و چقدر عالی است و خوش به سعادت آن مؤمنی که برای این لحظه آمادگی کامل داشته باشه. کسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم پرسید که متى الساعه، لحظه مرگ و یا هم لحظه قیامت چه زمانی است؟ فرمودند ما اعددت لها، چه مقدار برای آن آمادگی گرفتی؟ یعنی در واقع شاید مهم نباشه که مرگ ما چه زمانی خواهد رسید، به دست خداوند متعال هست، اما آنچه که مهم هست برای ما این است که چه مقدار زاد و توشه فرام کردیم و چقدر برای رفتن آماده شدیم. صحبت های ارزشمندی بود که در واقع چکیدش هم خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم کردیم از بخش قبلی، و اما در این قسمت میخوایم ببینیم که حقیقتاً از نظر معارف دین اسلام ما چگونه میتوانیم خود ما را آماده بکنیم برای سفر آخرت و بار سفر بستن از این دنیا. بفرمایید. ممنون، سپاسگزار. برای اینکه در این فرصت محدود ما بتانیم یک راهکار عملی دست مخاطبین بتیم، تا اینکه بزرگوارانی که ما را از پرده های تلویزیونشان مشاهده میکنن یک راهکار عملی داشته باشن، لذا به صورت بسیار گزیده خدمتشان عرض میکنیم. یک، شناخت امام زمان. ما اگر میخواییم مرگ درستی داشته باشیم و مرگ داشته باشیم که رو سفید نزد پیامبر اکرم روز حشر حاضر شویم، باید امام زمان خود ما را بشناسیم. در حدیث هم داریم که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد، مرگ و مرگ جاهلی خواهد بود. منظور از جاهلی مرگ شرک و کفر است. بله. لذا در قدم اول ما باید که مهمترین مسئله همین است، اگر ما امام زمان رو حقیقتا شناختیم، بله، و به او اقتدا کردیم، دیگه کار ما ساخته است. لذا ما باید در شناخت امام زمانمون دقت کنیم، وقت بگذاریم. شناخت منظور این نیست که ما حسب و نسبش بشناسیم، نامش چیست، نام پدرش چیست، نام مادرش چیست، در چه تاریخی به دنیا آمده، در چه تاریخی غایب شده، غیبت صغرا چند سال است یا کبرا چند سال است، اینا نه. شناخت این شناخت شخصیت امام زمان به عنوان بسیار مثال بسیار ساده اگر خدمتشون عرض کنم، یعنی ما بدانیم امام زمان چه قسمی نماز میخونه، نماز خود مثل نمازشان بسازیم. ما بدانیم امام زمان با وقتی با یک فقیر برخورد میکنه چه برخوردی داره، ما رفتارمون رو از او باید کپی کنیم. باید بدانیم امام زمان وقتی میخواد انفاق کنه با چه صورتی میخواد انفاق کنه، ما هم انفاق ما هم رنگ امام زمان باشه. یعنی شناخت برای همرنگی است. دقیقاً. در آخرت کسانی با اهل البیت مشهور میشن که در دنیا همرنگشان باشه، و این امکان نداره مگر اینکه ما اول باید بشناسیم. لذا زندگی امام زمان رو باید سراسر شده ما مطالعه داشته باشیم و بشناسیم. دومین مسئله که باید ما برای آمادگی مرگ توجه داشته باشیم، یاد مرگ است. این که ما باید به یاد مرگ باشیم. اگر ما غافل از یاد مرگ باشیم، دیگه ما قطعا آمادگی برش نخواهد گرفتیم. لذا در روایت داریم که میفرماید اکثر ذکر الموت، مرگ، یاد مرگ را زیاد کنید. چرا؟ چرا که این ذکر موت باعث میشه شما در دنیا زهد داشته باشید. بله. چرا؟ به خاطر که حب دنیا رأس کل خطیه، رأس کل این خطاهایی که از انسان سر میزنه حب دنیاست. توجه داشته باشید، روایت نمیفرماید خود دنیا ها، دنیا بد نیست، حب دنیا بد است. آنچه که امروز جامعه انسانی را در سراسر دنیا تخریب کرده و انسانیت را زیر سوال برده این است که ما دنیا را خیلی دوست داریم، یعنی به خاطر دنیا حاضریم همه را قربانی کنیم. لذا ما میخواییم زهد در دنیا داشته باشیم تا خطا از ما سر نزنه، باید یاد مرگ زیاد داشته باشیم. سوم، باید توبه کنیم. ما هر روز ما باید توبه داشته باشیم، استغفار داشته باشیم. یعنی اگر ما نکنیم توبه، با او حالت به اصطلاح اصرار بر گناه خدا رو ملاقات خواهیم کرد. یا حداقل اگر ما گذشته خود را به صورت کامل جبران نمیتونیم، پشیمان که باید باشیم از گذشته خود. لذا در توبه شرایط ذکر شده، 6 شرط داره که 4 شرطش باید حتما باشه. 1، باید نسبت به گناه ما پشیمان باشیم. 2، او گناه را دیگه هرگز انجام ندیم. اهل غیبت بودیم، باید غیبت اولا پشیمان شویم، بعدش دیگه غیبت نکنیم. سومین شرط توبه این است که ما حق الناس رو برگردانیم. اگر حق از مردم به گردن ماست، باید برگردانیم. و شرط چهارم توبه این است که ما حق الله رو برگردانیم. نماز نخونیم، نماز بخونیم.
سومین چیزی که چهارمین چیزی که باید در این که ما مرگ خوبی داشته باشیم این است که ما از گذشته خود وقت توبه کردیم برای آینده خود تقوا داشته باشیم. قرآن هم میفرماید تزود و فإن خیر الزاد التقوا، برای آخرتتان توشه بردارید و بهترین توشه آخرت تقواست. و تقون یا اولی الالباب، و از من پرهیز داشته باشید ای صاحبان خرد. مهمترین درجه تقوا و اولین درجه تقوا انجام واجبات و ترک محرمات است. این که ما واجبات الهی را انجام بدیم، حق الناس به گردن ما نباشه و محرمات را ترک بکنیم. از مسائلی که امروز بسیار مبتلا به و ما باید نسبت به او تقوا داشته باشیم حق الناس. خدای متعال ممکن حق خدا ببخشه ولی حق الناس را نمیبخشه. امروز حق الناس در شامه ایم به وفور ضایع میشه. دکان میریم جنس خوب و بد قاطی میکنیم به نام خوب میفروشن. این دکانا وقتی بیرون آنقدر نور پردازیشون زیاد است که اصلا مشتری رنگ لباس تشخیص داده نمیتونه. وقتی بیرون میای میخری یک چیز دیگه میبرایه. این غش در معامله است و شرعا حرام است. آب و شیر را با هم قاطی میکنن به نام شیر اصلی میفروشن. ببینید این خیلی دردآوره. در کشور سوئیس کسی قصه کرد، گفت وقتی دکاندار برش کاری پیش میه خودش میره دکان باز است، مشتری که میای سودا به اندازه خود میگیره، پول در داخلش میندازه میره. بله جالب است. این فرهنگ اسلامی است خدا شاهده. از قرآن ما، از روایات ما، ویل للمطففین، وای بر کم فروشا. این فرهنگ اسلامی است ولی در کشورهای غربی امروز عمل میشه. این سومین چیز، چهارمین چیزی که ما باید چی کنیم. نکته بعدی را که ما باید نسبت به او آمادگی داشته باشیم این است که ما محاسبه نفس داشته باشیم. از وجود مقدس آقای امام کاظم صلوات الله علیه نقل است که حضرت فرمود لیس منا، شیعه ما نیست، من لم يحاسب نفسه في كل يوم. حدیث معتبرها، حدیث ضعیف نیست، در اصول کافی است. شیعه ما نیست کسی که در یک 24 ساعت حتما باید یک بار خودش محاسبه نکنه. یعنی اگر ما در 24 ساعت خود ما رو محاسبه نکنیم چند تا ثواب کردیم، چند تا گناه کردیم، شیعه امام کاظم نیست، بلکه شیعه اهل البیت نیست. خیلی سخت این حدیث کار سخت میکنه. بله. ان عمل حسنا استزاد الله، وقت محاسبه کرد اگر کار خیری انجام داده بود زیاد چه از خدا متعال بخواد. و این عمل سیئا استغفر الله، اگر کار زشت انجام داده بود دست خدای متعال طلب بخشش کنه و استغفار کنه. و این خیلی مهم است. متاسفانه ما به روز که سر جاش بگذار، به هفته و به ماه و به سال محاسبه نداریم. درسته. یک تجار عادی، یک دکاندار هر شب دخل خودش را حساب بکنه. ما امروز چند دخل کردیم، چندش فایده است، چندش اصل سرمایه است. ما عمر ما برگشتنی نیست. بله. ما یک بار زندگی میکنیم، کتاب زندگی یک بار نوشته میشه، لذا قابل ویرایش نیست. آنقدر باید دقیق باشیم که در همین چاپ اول تمام نوشته ها را درست انجام بدیم و غلطی درش وجود نداشته باشه. چرا که وقتی ما بمیریم اونجا تازه چشم ما باز میشه. بله. الناسون یامون ازامات و فنتبهو، مردم در خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. بله. لذا ما باید توجه داشته باشیم. بحث خود را به صورت کلی اگر جمع بندی کنیم، همین مطالبی که خدمت شما عرض شد چکیده و خلاصه مبحث ما بود که حتما باید نسبت به این مسائل حساس باشیم و توجه داشته باشیم. خیلی عالی، خیلی بهره‌مند شدیم جناب استاد. در واقع من در حقیقت پاسخ خودم این گونه گرفتم که اگر کسی از ما بپرسه که شما چقدر، یا انسان از خودش بپرسه که من چقدر آماده رفتن و مردن هستم، همین مطالبی که شما فرمودین در واقع جوابش هست. مهمتر از همه این که چقدر امام زمان خود را میشناسم. بله. کسی که شناخت او معیار است برای نحوه مردن من. بله. که اگر او را نشناسم به مرگ جاهلیت مردیم. و مهمتر از همه بحث محاسبه نفس است که فرمودین در واقع انسان با محاسبه میتونه وضعیت خود را تشخیص بده که دقیقاً من به هر حال با خودم چند هستم، چقدر آماده هستم، چقدر نیستم. بله. و به هر حال این محاسبه را ان شاء الله باید هر 24 ساعت داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم جناب استاد مایبی، از محضر شما خیلی کمال استفاده رو بردیم. انشالله که بینندگان عزیز هم برنامه رو دنبال کرده باشن و این مطالب رو فرا گرفته باشن. از خداوند متعال میخواییم که انشالله همه ما رو توفیق بده تا این پدیده مهم که نشانه قدرت اوست، یعنی مرگ رو بهتر بشناسیم و هرچه بیشتر خود ما رو برای اونس گرفتن با این پدیده آماده بسازیم. ربنا وفقنا لما تحب و ترضا. خداوند حافظ و نگهدار همه شما.